سلام، با خبرهای ساعت طلوع شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه سوم ماه صفر سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شد با 23 ماه اپریل سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. کشته شدن بیشتر از 9000 غیر نظامی در 3 سال گذشته در افغانستان. سال 2011 میلادی یک سال سرنوشت ساز در برابر طالبان. با خواست سازمان ملل و واشنگتن از حکومت سوریه. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بیشتر از 9000 غیر نظامی در 3 سال گذشته در افغانستان کشته شدند. سازمان ملل و کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش مشترک میگویند که در سال روان میلادی تلفات غیر نظامیان در افغانستان نزدیک به 15% افزایش داشته است. بر بنی گزارش بیشترین تلفات را غیر نظامیان از سوی طالبان و هراس افغانان دیدند. گزارش مشترکی که سوی یونما و کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره تلفات غیر نظامیان در افغانستان پخش شده است، نگرانی نهادها را از افزایش روزافزون تلفات غیر نظامیان در کشور برجسته می سازد. در این گزارش آمده است که در 3 سال گذشته بیشتر از 9000 غیر نظامی و در 3 ماه گذشته بیشتر از 420 غیر نظامی در کشور کشته شدند. 1/3 تمامی این موارد در نتیجه عملیات های نیروهای بین المللی و نیروهای افغان صورت گرفتند که در جمعش اطفال و کودک و زنان هم هستند. 2/3 ازی در نتیجه عملیات های انتحاری بامای کنار جاده و عمله مستقیم به افراد ملکی صورت گرفته، عملیات های توریستی که از طرف نیروهای مخالف حکومت افغانستان و طالب صورت گرفته. در این گزارش آمده است که بیشتر تلفات بر غیر نظامیان در بخش‌های جنوبی افغانستان وارد شدند، زیرا مخالفان مسلح دولت در این بخش بیشتر فعالیت داشتند. در 3 سال گذشته بیشتر از 9000 غیر نظامی در نتیجه درگیری ها در افغانستان جان باختند. می خواهم بگویم که این شمار شماره بسیار بزرگ است و همه ساله افزایش یافته است. در این گزارش عامل اصلی تلفات بر غیر نظامیان حمله های انتحاری، ماین های کارگزاری شده، بمباران ها، ماین های کنار جاده و پرتاب موشک ها گفته شده است. آمار نشان می دهد که حداقل یک افزایش نزدیک به 15% در تلفات افراد ملکی وجود داشته و مخصوصا با مقایسه با سال گذشته، و این افزایش اگر در ظرف چند سال گذشته را ببینیم یک رقم بسیار درشتی از افزایش نشان میدهد. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر، تلفات مخالفان مسلح دولت نیز زیاد بوده است. از سوی دیگر این نهادها از طرف های درگیر میخواهند تا در عملیات های نظامیشان به حفظ جان غیر نظامیان توجه جدی داشته باشند و نگذارند که غیر نظامیان آسیب ببینند. بازی های استخبارات نظامی پاکستان در پیکار با هراس افغانی جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا را به زانو درآورده است. برخی از کارشناسان با انتقاد از نبود هماهنگی میان جامعه جهانی و واشنگتن در پیکار با هراس افغانی میگویند که گروه حقانی یکی از مهره های کلیدی پاکستان است. مایک مولان رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا در سفرش به پاکستان از روابط حکومتی این کشور با گروه حقانی سخن میزند و می گوید که گروه حقانی یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان است. جنرال مولان از پاکستان می خواهد تا در برابر شبکه حقانی موضع گیری جدی تری داشته باشد. سازمان استخباراتی نظامی پاکستان از دیر زمان به این سو با شبکه حقانی ارتباط داشته است. این سخن به این معنا نیست که همه اعضای این سازمان در این کار دست داشتند، اما کسانی هستند که چنین پیوندهایی با شبکه حقانی داشتند. در همین حال برخی از کارشناسان با انتقاد سخت از راهبرد جامعه جهانی در افغانستان هشدار می‌دهند تا هنگامی که هماهنگی میان جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا در پیکار با هراس افغانی به میان نیاید، بازی‌های سیاسی پاکستان ادامه خواهند داشت.
حقانی کسی نیست که او نو ما شناخته باشیم یا افغانها یا جامعه جانی نو بشناسید. چنان حقانی یکی از افسرهای بلند رتبه استخبارات پاکستان هستند و اونا ای افزار دست خود سیاست های استراتژیک پاکستان است در منطقه که از پیشان استفاده کنه. اگر راهبر در امریکایی باشه که تنها پاکستان کمک کنه این 100% اشتباه است، به خاطر از اینکه مردم افغانستان هم قربانی تروریسم شدن و بدون شک که مقامات پاکستان تانسته که جذب کمک از پیش به امریکا بگیرن، جلب توجه از وارد طرف خود قرار بده. هرچند آقای مولن همکاری های کابل، واشنگتن و اسلام آباد را برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان یک نیاز جدی می داند، اما این آگاهان همکاری های پاکستان را در آوردن صلح و ثبات در افغانستان صادقانه نمی دانند و می گویند که شبکه حقانی همواره نیروهای خارجی را در افغانستان هدف قرار داده است. در این حال ششتن که گفته می شود سربازان پلیس هستند در ولایت هلمند به اتهام همکاری با طالبان بازداشت شدند. مسئولان امنیتی ولایت هلمند می گویند که این شش مرد هنگام بازداشت شدند که می خواستند از جنگ افزارها و تجهیزات نیرو امنیتی بزده دولت کار بگیرند. در این حال یک مقام نیروهای پلیس که نخواست نامش گرفته شود می گوید این شش مرد 9 ماه پیش با صفوف پلیس ملی پیوسته بودند. یک مقام پلیس ولایت هلمند که نخواست نامش افشا شود میگوید که این 6 پلیس که 9 ماه پیش به نیروهای پلیس ملی پیوسته بودند و در ولسوالی مارجه این ولایت فعالیت داشتند، به روز جمعه به اتهام همکاری با طالبان مسلح بازداشت شدند. این مسئول امنیتی میافزاید که بر بنیاد اطلاعات آنان شماری دیگری از مخالفان مسلح دولت نیز به صفوف پلیس راه یافتند که در حال حاضر زیر پایگرد هستند. در همین حال فرمانده پلیس ولایت هلمند میگوید که این 6 تن در منطقه صوفیان شهر لشکرگاه از سوی پلیس مبارزه با هراس افکنی بازداشت شدند. د یو لار اطلاعات پر بنسټ باندې په تصفیهي عملیاتو په نتیجه کې 6 تن نیولې دي چې د شهر په مختلفو ساحو کې تروریستي عمل سرته رسول. د پولیسو یونیفورم دوی اغوستی وو، این در حالی است که در این اواخر طالبان مسلح چندین بار با پوشیدن لباس‌های نظامی بر نهادهای دولتی حمله کردند. سال 2011 میلادی یک سال سرنوشت ساز در برابر طالبان خواهد بود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با ایثار مطلب می‌گوید که نیروهای آمریکایی در عقب زدن طالبان از پناهگاه‌های اصلی‌شان در بخش‌های از افغانستان موفق بودند. رابرت گسمی افزود که اگر طالبان نتوانند دوباره به این بخش‌ها برگردند، جنگ با سودان نظامیان آمریکایی تمام خواهد شد. در میان شمار از آگاهان این پیروزی ها را ناپایدار می دانند و می گویند که برای حل بحران افغانستان باید راه های حل سیاسی جستجو شوند. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با اشاره به دستاوردهای نیروهای آمریکایی در عقب زدن طالبان از مرکزهای اصلی آنان در افغانستان سال 2011 میلادی را یک سال سرنوشت ساز به نظامیان آمریکایی می داند. وی می افزاید اگر نیروهای آمریکایی امسال بتوانند بخشای امن را گسترش دهند و جلو برگشت طالبان را به بخشای از دست رفته آنان بگیرند، جنگ به سود نیروهای آمریکایی تمام خواهد شد. نیروهای آمریکایی طالبان را از بخشای عقب زده اند که سالها زیر اداره طالبان بودند و اگر این نیروها بتوانند آن بخشها را از نفوذ دوباره طالبان نگه دارند، امکان دارد تا پایان امسال توازن جنگ به سود نظامیان آمریکایی تغییر یابد. در همین حال شماری از آگاهان به میان آمدن حکومتداری خوب و جستجوی راه‌های حل سیاسی را یگانه راه پایان دادن به بحران افغانستان و از میان بردن فاصله میان مردم و حکومت می‌دانند. امکان دارد که نه تنها بشکنه، بلکه کوشش از این میشه که در این سال سال بسیار خونینی باشه و طالبان کوشش میکنه طوری که اعلام هم کردن که ما جای از طرف خود پس به دست نیاریم. پس اگر امی اعلان در این وقت و امی گفا در این شرایطی که این حوادث به وجود آورده بر مردم افغانستان اطمینان نمیده. در افغانستان مسئله نظامی حل نلری، باید سیاسی لر جستجوسی. در نظامی پیشرفتونه پیشرونه یوازی باید دیده که چه با افغانستان که در جنگ عمر زیاد شی او در جنگ در عمر زیاد اول د بیگونه خلق وجل او دا وطن او دا خلق د بدبختی سره مخامخ کول دي. این در حالی است که همواره بر جستجوی راه های حل سیاسی برای پایان دادن به بحران افغانستان تاکید شده است.
پیش از این نیز جنرال دیوید پیتریوس فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان پیروزی های نیروهای خارجی را در افغانستان شکننده دانسته است و بر جستجوی راه های حل سیاسی تاکید ورزیده است. عملیات های خسارانه نیروهای خارجی در بلد لوگر سبب زیانمند شدن روند صلح و ایجاد ناامنی ها در ولسوالی های دوردست این ولایت شدند. ولی لوگر با اظهار این مطلب میگوید که تاکنون چندین بار این موضوع را برای جمهور و نیروهای خارجی در میان گذاشته است. از سوی هم شمار از بزرگان قوم در این ولایت میگویند که عملیات های خسارانه نیروهای آمریکایی و نیروهای امنیت ملی خشم باشندگان ولایت لوگر را برانگیختند. هرچند والی لوگر از عملیات‌های مشترک نیروهای افغان و خارجی به نام امید در برخی از ولسوالی‌های این ولایت ستایش می‌کند و می‌گوید که در نتیجه این عملیات‌ها برخی از ولسوالی‌های لوگر از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده‌اند، اما از عملیات‌های خودسرانه نیروهای ویژه آمریکایی سخت انتقاد می‌کند. امی عملیات های خودسر امی پروسه صلح ما را سپورتش می سازه؟ بعضی از ارگان های کشفی دولت افغانستان از مرکز می آین بدون از اینکه دولت افغانستان مسئولین امنیتی امینجا از لوگر بخبر باشند، گای گای طور حرکت اجرا می شوند. از سوی هم بزرگان قوم در ولایت لوگر از ناامنی های روز افزون در این ولایت نگران هستند و از نیروهای خارجی میخواهند تا در این ولایت عملیات های خودسرانه انجام ندهند. دی امریکانیانو چې دغه ته د باز خلک راپورونه چې ورکی چې دا پلان ده د طالب ده د چی شي ده د چی غړي به ګناب نشي خلک ونی شي ترنن ملپ بن قانون کې پراتی دي چې عمل په کور کې کړی چې غوی په برشو ویلی حیوانات موټر داس چې کړی د لکه چپلی په ختلې دي موټر سکری مات کړی. بزرگان قوم میگویند که در بیشتر بخش های این ولایت مخالفان مسلح دولت و نیز نیروهای امنیتی افغان و خارجی شبانه غیر نظامیان را بازداشت و اذیت و آزار میکنند که این کار آنان فاصله میان دولت و حکومت را روز به روز افزایش میدهد. جشن سنتی گل پسته در ولایت بادغیس امروز به پایان رسید. در این جشن شمار از باشندگان ولایت های هرات، بادغیس و قرص شبانه به روز در دامنه های جنگل های پسته ولایت بادغیس با جشن و سرور پرداختند. هرچند در سالهای گذشته این میله به گونه غیر رسمی در بخش های گوناگون ولایت بادغیس برگزار می شد، اما در این همایش هفته اول ماه ثور از سوی والی و مردم ولایت بادغیس رسما به نام میله گل پسته در این ولایت نامگذاری شد. این میله را به نام میله گل پسته اعلان کنیم و هر سالی را بگیریم. در همین حال والی هرات از مردم ولایت بادغیس خواست که به هراس افکنان اجازه ندهند که امنیت این ولایت و ولایت های همجوار بادغیس را برهم زنند. آغاز پذیرفتن مسئولیت ها را اعلام کردند و من امیدوار هستم که انشاءالله انقریب حداقل از قلعه‌نو که مرکز ولایت مجاهد پرور و قهرمان بادغیس است نیز چنین پروسه آغاز شود. بر بنیاد آمارها بیش از نیمی از جنگل های پسته این ولایت تخریب شده است و هم اکنون تلاش بر آن است که به گونه جلو روند روبروش تخریب این جنگل ها توسط خود باشندگان این ولایت گرفته شود.